57مین اجلاس شورای حقوق بشر آغاز شده است. وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بحث‌های کلیدی این اجلاس گفته شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که یک رویکرد جامع برای پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان که شامل اقدامات ملی و بین‌المللی شود نیاز است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که از زمان آخرین گزارش او در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه ژوئن سال جاری میلادی، طالبان نقض حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کردند. همزمان با این دیدبان حقوق بشر، خواستار ایجاد فوری یک نهاد مستقل برای پاسخگویی به مسئول نقض حقوق بشر در گذشته و حال در افغانستان شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرده که سیاست‌های طالبان به طور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب رسانده است و آنچه را که به عنوان شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان توصیف می‌کند ایجاد کرده است. از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر لطفاً در رابطه با این اجلاس و نتایج آن برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. با عرض سلام و تحیات وافر و هدیه صالحه به تک تک از مجری ها و کارمندان و علاقمندان شبکه حضرت امام حسین و به جناب عالی تقدیم میکنم انشاءالله. تشکر. سخنان ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل در 57مین نشست شورای حقوق بشر، تصویری تلخ و تکان دهنده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ترسیم میکند. وی با صراحت بیان میکند که طالبان نه تنها به نقض حقوق اولیه مردم ادامه میدهد، بلکه با وضع قوانین جدید این نقص را به سطحی از قساوت رسانده که به جرایم علیه بشریت شباهت دارد. این اظهارات بیانگر شرایط وخیم و خطرناک در افغانستان است که جهان نمیتواند بی‌تفاوتی از کناریان بگذرد. این نشان میده که طالبان پشتون محور و تروریست با وضع قوانین و فتوای جدید به طور سیستماتیک به نقص حقوق مردم افغانستان پرداخته و چندین نکته مهمی در سخنان وجود داره که نیاز به تحلیل واکنش جدی داره، که از او جمله اول سرکوب شدید زنان است. بنت با صراحت اعلام میکنه که طالبان با ایجاد محدودیت های شدید علیه زنان، آنان را از جامعه حذف کردند. ممنوعیت آموزش و محدودیت های شدید به حضور اجتماعی نوع جنایت علیه بشریت است که با نابودی کامل حقوقی نیمی از جامعه می انجامد. این قوانین نشان دهنده خوی استبدادی و پسگرایی طالبان است که هدف جز سرکوب و تحقیر زنان ندارد. و دیگر بخش دومی از این مهمی که در ریچارد بینن بحث میکنه، نقص حقوق ازاره های بومی و اقلیت های مذهبی به خود شیعیان افغانستان می باشه، که یکی از مهمترین بخش های گزارش بنت بود. تاکید بر سرکوب وحشیانه ازاره های بومی و شیعان افغانستان در کنار دیگر اقلیت های مذهبی است. طالبان پشتون محور به طور مداوم به این قوم بومی حمله کرده و آنان را مورد ستم و قتل عام قرار دادند. این جنایات به وضوح نشان دهنده یک سیاست نسل کشی است که هدفش نابودی هویت و زندگی ازاره است. جهان باید به این نسل کشی آشکار پاسخ دهد و اقدامات مؤثر برای پایان دادن به آن انجام دهد. و در بخش سومش سرکوب رسانه ها و فعالان حقوق بشر بود. طالبان با سرکوب شدید رسانه ها و خاموش کردن صدای منتقدان هر گونه اعتراض و صدای مخالف را خفه کرده است. این رژیم تروریستی به وضوح از هر گونه شفافیت و پاسخگویی هراس دارد، با تهدید، ارعاب و خشونت تلاش میکنه تا واقعیت‌های تلخ خود پنهان کنه. نتیجه ایست که از سخنان ریچارد بنن نتیجه گیری میشه که یک هشدار قوی به جامعه جهانی است. وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یک فاجعه حقوق بشری تمام عیار تبدیل شده است. زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در معرض ظلم بی‌سابقه قرار دارند و اگر جامعه جهانی
به سرعت و قاطعیت عمل نکند، نسل‌های آینده نیز از پیامدهای این جنایت‌ها در امان نخواهد بود. این زمان برای اقدامات جدی است. به عملی یا تعامل نامشروع با طالبان تنها به تثبیت رژیم جنایتکاری آنها کمک خواهد کرد. ریچارد بینیت به روشنی نشان می‌دهد که طالبان پشتون محور در تلاشند تا افغانستان را به عصر تاریکی ببرند. جنایت های این گروه تروریستی علیه زنان، هزاره های بومی، شیعان و جامعه در کل نمیتواند بدون پاسخ بماند. جامعه جهانی باید اقدام جدی و فوری برای مقابله به این جنایت ها انجام دهد و نگذارد که این رژیم تروریستی و سادگی نقض حقوق انسانیت در افغانستان ادامه بدهد و نقض حقوق انسانیت کند. بله، ممنونم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.